به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی معراج، به خصوص عزیزانی که برنامه خودشان برنامه دانشگاه یا پانتون مجازی معراج دنبال میکنند. عزیزان، خیلی خوشحال هستم که با یک جلسه دیگه، با یک درس دیگه از سلسله درس های دانشگاه مجازی معراج و از بحث کامپیوتر ساینس در خدمت شما قرار دارم و با یک مطلب دیگه، یک موضوع دیگه امروز خدمت شما قرار گرفتم. امیدوار هستم درس‌های قبلی، بحث‌های قبلی، جلسات قبلی برای شما مفید واقع شده باشه و تانسته باشیم از اونها استفاده اعظمی ببرین. عزیزانی که به هر دلیلی نتونستن ما را تعقیب بکنن تا این درس، میشه که درس‌های قبلی را از چینل یوتیوب ما که زیرنویس تلویزیون های شما هست دریافت بکنن و دوستان و بزرگوارانی که نظر پیشنهاد انتقادی از برنامه دارند جهت ساخت بهتر ساختن پروسه برنامه، میشه از طریق آیدی تلگرام برنامه که زیرنویس صفحات تلویزیون شما هست با ما در ارتباط بشین. بسیار سپاسگزارم از اینکه ما بسیار فعالانه تعقیب میکنیم و برنامه خود دوست داریم و برنامه خود تعقیب میکنیم. با این امیدواری میریم به جلسه امروزی یا درس امروزی. بحث این جلسه ما و شما بحث 11 یا درس 11 هست و موضوع برنامه ما و شما فازهای اول و دوم انجینری نرم افزار هست. انجینری نرم افزار از 4 فاز مختلف تشکیل شده. در این درس 11 ما روی بحث های فاز اول و دوم تمرکز داریم و فاز اول و دوم انجینری نرم افزار را به بحث میگیریم. فهرست مطالبی که من خدمت شما در این درس ارائه میکنم پروسه کاری انجینری نرم افزار هست که چه قسم پروسه کاری داره و پروسه کاری از این بر چی اساس هست، به چی اساس استوار هست و دیدگاه و تعریف همی دو فاز انجینری نرم افزار هست که ما دیدگاه و تعریف به عنوان دو فاز در انجینری نرم افزار تعقیب میکنیم و این موضوع برای شما مفصل من انشاءالله خدمت شما بیان میکنم. قبل از هم بیاییم سر پروسه کاری انجینری نرم افزار. مراحل کاری یا فازهای انجینری نرم افزار به 4 قسمت تقسیم میشود. بزرگواران، گپ سر از این هست که انجینری نرم افزار یک رشته بسیار کلان هست، یک رشته بسیار بزرگ است. در درس‌های قبلی عزیزانی که ما تعقیب کردن اونجا توضیح داده شد که انجینری نرم افزار یک رشته بسیار مهم هست و بسیار در عین حال بزرگ و وسیع هست. کارها و یا مسائل انجینری نرم افزار به فازهای مختلف تقسیم شده، به این معنا که یک انجینر نرم افزار زمانی که کار را با یک پروسه نرم افزاری آغاز میکنه، کار ازی یا پروژه ازی یا مشکل در حقیقت به فازهای مختلف شکستانده میشه، با اجزای کوچکتر، با عناصر کوچکتر به فازهای مختلف در حقیقت شکستانده میشه که باید به صورت مسلسل اینا اجرا بشه یا پی هم باید اجرا بشه. این فازها بسیار اهمیت داره در انجینری نرم افزار. یعنی یک انجینر نرم افزار از این معدودی این فازها نمیتونه بیرون بشه و این فازها رو باید به صورت مرتب، به صورت مسلسل تعقیب بکنه، به این معنا که اینا جزو کارها و یا وظایف یک انجینر نرم افزار هست که به مترتیب باید تعقیب بشه الا ختم پروسه کاری یا ختم پروژه نرم افزاری با تعقیب بشه. اولین فاز و مهمترین فاز هم میتونیم بگیم دیدگاه هست. این در انگلیسی دیدگاه به نام ویژن میگن. اولین چیز ویژن هست. ویژن چی هست؟ ویژن یا دیدگاه ای هست که دید شما نسبت به این نرم افزار چیست؟ همین پروژه نرم افزاری چرا ساخته میشه؟ چی دلایلی داریم که پروژه ساخته میشه؟ و در حقیقت میخواییم به کجا برسیم؟ با این نرم افزار میخواییم به کجا برسیم؟ چی مشکلی را از دنیای واقعی میخواییم حل بکنیم؟ همین در کل دیدگاه میگن. دیدگاه یعنی ویژن یا دیدگاهشون. این مرحله شامل طرح ایده
یک ایده میدیم که یک کار یک مشکل وجود داره در دنیای واقعی، یک قسمتی از کار مشکل داره، دیجیتالی نشده، نمیفهمم فرزند صفحه فلان زیاد مردم شلوغ شده، بران اینا سیستم ندارن، میخوایم یک سیستم بسازیم، فلان جا کیفیت کار بسیار پایین هست، میخوایم کیفیت کار رو بالا ببریم، یا یک چیز دیگه، یک ایده و طرح میدیم. درک نیازهای پروژه و ایجاد درک روشنی از هدف سیستم نرم افزاری برای دستیابی بود. در اینجا شما تعیین میکنیم که ما وقتی میخوایم که در دیدگاه شما تعیین میکنیم که ما چی چیزی میخوایم بسازیم. اگر بیایم در یک جمله تعریف بکنیم، عبارت از این است که این نرم افزار ما برای چی، در جهت چی و چی کدام مشکل را حل می کند. این دیدگاه ما میشه در حقیقت یک دیدگاه کلی. مرحله دیدگاه جهت را تعیین می کند و یک نمای کلی در سطح بالای از پروژه را ارائه می دهد. دقیقاً جهت را تعیین می کند. جهت به این معنا که در حقیقت شما سمت و سوی خود تعیین می کنیم، به کدام سمت می خواهی پروژه شما بره. آیا می خواهیم کیفی کار بکنیم؟ آیا مشکل کیفی داریم در پروژه؟ در قبلا این سیستم کار می شده به صورت دستی، آیا مشکل کیفی داشته؟ آیا مشکل کمی داشته؟ تعداد کمی از مشتریان می توانستیم ثبت کنیم؟ آیا مشکلات تخصصی یا تکنیکی وجود داشته؟ کدام مشکل وجود داشته که شما رفتیم به سمت از ایده یا سمت از پروژه یا می خواهیم این نرم افزار را تولید بکنیم؟ همین در حقیقت چی هست؟ دیدگاه هست. دیدگاه یعنی همو ویژن ما و شما. سوالاتی که در دیدگاه مطرح میشه، سوالات به این معنا که به می سوالات باید پاسخ ارائه بشه در زمان دیدگاه. وی اولین فاز است. انجینر نرم افزار چیزی که بسیار برای از او مهم است، روشن شدن قضیه جهت ای که چرا این نرم افزار ساخته میشه، امی موضوع بسیار مهم است. چرا ساخته میشه؟ این سوال چرا ساخته میشه در حقیقت باید بسیار واضح و شفاف پاسخ داده بشه. این می دیدگاه هست. سوالات اینجا مطرح میشه. البته یک قسمتی از سوالات هست. چرا این محصول میسازیم؟ من قبلا هم خدمت شما عرض کردم. چرا این محصول میسازیم؟ دلیل ساخت از این محصول چیست؟ آیا کدام جای مشکل داریم؟ آیا تعداد افرادی که میآیند روزانه از این سیستم استفاده میکنند، اگر سیستم نباشه بسیار صفای طولانی ایجاد میشه؟ آیا کیفیت کار پایین هست؟ آیا سرعت کار پایین هست؟ آیا دقت پایین هست؟ و یا کدام چیز دیگه؟ برای حل چی مشکل امیدوار هستیم؟ چی مشکل رو ما حل بکنیم؟ بعد از اینکه ساخته بشه کدام مشکل ها رو فکر میکنیم حل میشه اگر اون مشکل رو نداریم؟ این موضوع باید واضح بشه. آیا محصول برای کاربران ارزشمند است؟ آیا واقعا این ارزش ساخت امیر داره؟ آیا واقعا میتونن از استفاده بکنن، درست استفاده بکنن، قابلیت استفاده داره یا نداره؟ این دیگه سوال است که باید پاسخ داده بشه در این زمان دیدگاه. چی عوامل موفقیت محصول تضمین میکنه؟ بعد لیست میکنیم کدام خصوصیات، کدام عوامل، کدام عناصر باید باشه که بتانیم موفقانه رو به پیش ببریم. کدام چالش ها ممکنه بیا یک مانور برطرف کنیم که این موفقانه بتانیم به پیش ببریم. پس ببینیم دیدگاه در کل یک حرف بسیار بزرگ، یک دید کلی از سیستم برای ما و شما میده که ما من حیث انجینر نرم افزار باید بفهمیم که سیستم چرا ساخته میشه، به چی دلیل ساخته میشه، چی اهداف پشت سر از این سیستم هست. یک سری فعالیت ها یعنی تسک ها یا یک سری کارها در زمان دیدگاه باید توسط انجینر نرم افزار به انجام برسه. این فعالیت های مهمی هست. باید اینا هر کدام از اینا مد نظر گرفته بشه و هر کدام به درستی انجام بشه. یک شناخت سیستم هست. شناخت سیستم به این معنا که این سیستم ما آیا میتونه در بازار فعلی جای پیدا بکنه؟ آیا اجازه کار با این سیستم ما داریم از نگاه قانونی؟ آیا از نگاه اقتصادی برابر به هزینه یا مسائل اقتصادی بازار هست؟ آیا کدام کسی رقیب مادری بازار یا کدام شرکت یا سازمان یا افرادی هستند رقیب مادری یا کدام مسئول رقیبی وجود داره یا نداره؟ این شناخت سیستم است که این یکی از فعالیت ها است که در این دیدگاه باید انجام داده شه و به این پاسخ ها به این سوالات باید پاسخ داده بشه و این پاسخ ها بسیار باید واضح و روشن باشه. دوم شناخت ذینفعان هست. ببینیم چی کسانی با شما در این پروژه سهم دارن. ذینفعان یعنی کسانی که با شما در موفقیت و شکست پروژه سهیم هستن. اینا رو بشناسیم که چی کسانی با شما سهم دارن، مشتری ها شما چی کتگوری آدم ها هستن، از کدام افراد هستن، کاربران از این سیستم چی کتگوری افرادی هستن و اینا چی تقاضاها دارن. در تسک سوم یا کار سوم یا فعالیت سوم تعیین محدوده ای پروژه است. این به نام اسکوپ میگن. اسکوپ پروژه تعیین میکنیم کدام کارها باید در این پروژه انجام میشه،
کار یک، کار دو، کار سه تا این پروژه ختم بشه. کارها تعیین میکنیم که کدام کارها باید انجام بشه. در استپ چهارم یا در کار چهارم تعیین اهداف هست و این بسیار مهم هست، یاد شما باشه. تعیین اهداف بسیار بسیار مهم است. هدف چی است؟ هدف همی است که ساخت همی محصول، ساخت همی پروژه نرم افزاری هدف از چی بوده؟ بیشتر من خدمت شما عرض کردم آیا سرعت کم بوده؟ سرعت می خواهیم زیاد بکنیم؟ مثلا یک نمونه مثال به شما میگم، برای یک رستوران شما یک سیستم می خواهیم بسازیم. حالا در این رستوران قبلا سیستم کاغذی و قلمی بوده، رسیدگی به تمام مشتری ها نمی شده، سرعت عمل خیلی کم بوده. حالا یک سیستم الکترونیک شما جور میکنیم، می خواهند که تعداد آردرها یا سفارش ها زیاد بشه. آیا هدف همیست؟ آیا هدف حل یک چالش خاص است؟ آیا هدف درآمد بیشتر هست؟ درآمد آید کم بوده؟ میخوایم باید با این سیستم بازجور کردن سیستم آید بالا ببرن؟ این اهداف باید واضح بسازیم. چرا واضح بسازیم؟ بخاطر از این که شما روی امیگه اگه پاکار میکنه. مسئله دیگه تعیین دیدگاه پروژه است. دیدگاه پروژه یعنی جمله دیدگاه. یک دیدگاه یک جمله داره. مثلا ما میخواییم با داشتن از این سیستم نرم افزاری به بهترین کیفیت در میان تمام سیستم های داشته در شهر هرات برسیم. به طور مثال این میشه دیدگاه ما، یعنی جایگاه خود تعیین میکنیم که ما با در نظر داشتن این سیستم چی کار میخواییم انجام کنیم، کجا میخواییم برسیم. این همو یک جمله هست، یک یا دو جمله است که کنار هم قرار میگیره و به نام تعیین دیدگاه میگن یا دیدگاه میگن. ارزیابی منطقی بودن پروژه، آیا واقعا میتونیم این کار را انجام بدیم این پروژه یا نمیتونیم انجام بدیم. بعضی وقتا موانع است، موانع قانونی سر راه ما میآید، موانع اجتماعی میآید، موانع فرهنگی میآید و دیگه. و تایید توسط ذینفعان است و امی دیدگاه و امی پروسه باید توسط ذینفعان تایید بشه. تایید به این معنا که اینا با او موافق باشند که بله دقیقاً هدف ما همین چیز است و ما هم میخواهیم که می کار انجام بشه. این فاز اول هست. فاز اول ویژن یا دیدگاه. فاز دوم تعریف هست. این در انگلیسی به نام دیفینیشن میگن، تعریف یا توضیح یا دیفینیشن. در فاز دیفینیشن یک سری گپای جداگانه هست، یک سری کارهای دیگه هست، روال میگرده، میچرخه از سمت دیدگاه به یک سمت دیگه. در فاز بعدی تمرکز روی اصطلاح چیست که ما در انگلیسی به نام وات میگیم. چیست؟ در روی اصطلاح چیست، یعنی سوال خلق میشه. چی گونه سوال خلق میشه؟ چی فعالیت های باید برای سیستم تعریف نمود تا ما را با آن اهداف برساند؟ کدام اهداف؟ اهدافی که بیشتر تعریف کردیم. در اینجا چی معنی از این کدام فعالیت ها؟ فعالیت ها تعریف میکنیم، کدام کارا رو باید انجام دیم؟ فرضاً ما گفتیم که به سرعت کار باید زیاد شه، آیا آید باید زیاد شه؟ کدام فعالیت ها تعریف کنیم که آید میتونه زیاد بکنه؟ اینمی در حقیقت این موضوع است. چی مراحل را باید طی کند؟ کدام مراحل باید طی بشه تا ما به اهداف برسیم؟ چی خصوصیاتی باید داشته باشد؟ خصوصیات سیستم و فانکشنالیتی سیستم در این مرحله در دیفینیشن بیشتر خصوصیات سیستم تعریف میشه و چی کارایی باید داشته باشد. مقدار مورد توجه شما از کارایی چیست؟ یعنی توقع شما چقدر هست از اینکه کارایی داشته باشه سیستم؟ توقع خود در اینجی شما واضح میسازیم. فعالیت هایی که در این فاز انجام میدیم، در فاز دوم یا در فاز دیفینیشن انجام میدیم، نیازمندی ها جمع آوری میکنیم که بحث ما و شما قبلا کردیم. جمع آوری نیازمندی ها یک بحث کلی، یک درس راجع به این توضیح دادیم. بعد تجزیه و تحلیل میکنیم نیازمندی ها، یعنی میریم به جزئیات نیازمندی ها. سند سازی میکنیم نیازمندی ها، یک داکومنتیشن جور میکنیم که ما و شما درس های قبلی دوستانی که ما رو تعقیب کردن به نام SRS قبلا توضیح دادیم. تایید نیازمندی ها، نیازمندی ها در کل مورد تایید قرار میدیم، یعنی چیزی به او اضافه کم نشه. مدیریت نیازمندی ها، مدیریت نیازمندی ها ایست که اگر کدام چیزی کم یا اضافه میشه بتانیم ما زیاد آسیب مار نزنه، این میشه مدیریت نیازمندی ها. و تعقیب نیازمندی ها، تعقیب نیازمندی ها به این معنا که ما رو فالو کنیم، دنبال بکنیم و نیازمندی هایی که داریم اونا رو به درستی به صحنه اجرا داریم. دو فاز، هر دو فاز در انجینری نرم افزار یک بار دیگه تاکید میکنم، هر دو فاز بسیار اهمیت خاصی داره، بخصوص فاز اول ویژن، که انجینر نرم افزار بدون از فاز ویژن نمیتونه مستقیم وارد سیستم نرم افزار بشه و نرم افزار بسازه. اول باید یک ایده، یک درک کلی، یک شناخت کلی، یک موضوع کلی، یک برداشت کلی از سیستم داشته باشه. همین برداشت کلی، همین موضوع کلی برای اون ویژن میگن.
یا دیدگاه میگن. و برای از یک جمله یا یک هدف تعیین میشه، هدف را توضیح میده انجینر نرم افزار و روی امو هدف کار میکنه. کار در کدام فاز میکنه؟ در فاز دوم دفینیشن. در فاز دوم تعریف میکنه، توضیح میده که ما چی کارهایی را باید انجام بدم تا به مو هدف ویژن برسم. به مو هدف ویژن برسم. و این بسیار اهمیت داره که به می ترتیب و می نظم کار بشه. طبق ما جا داره در این بسیار سپاسگزاری بکنم از عزیزانی که در فعالیت ها بسیار سهم بارز دارن و بسیار فعالانه مردم بال میکنن. یک فعالیت دیگه هم در این درس ما و شما داریم. به نظر شما چرا انجینر نرم افزار باید این فازها را دنبال کند؟ چرا این فازها باید دنبال بشه توسط انجینر نرم افزار؟ دلیل و نظر خور بگیم. اهمیت ازی در چیست؟ دلایل و نظر خور میشه با ما شریک بسازیم و ما انشالله از نظریات شما استفاده بکنیم. اگر یک نتیجه گیری یا جنبندی کلی داشته باشیم از درس، در مرحله اول برای یک انجینر نرم افزار گفتیم که لازم است تا دیدگاه پروژه خور بسازه. اولین موضوع و بزرگترین موضوع هم همین هست. بدون دیدگاه، بدون یک درک کلی، بدون یک دانستن کلی از پروژه، از کلیات پروژه، نمیتونه انجینر نرم افزار وارد جزئیات بشه. پس بنابراین دیدگاه باید واضح و مشخص باشه. یک انجینر نرم افزار لازم هست که این کار را انجام بده. دوم، بعد از ساخت دیدگاه سوال باید مطرح شود این که چگونه این طرح را به اجرا بگذاریم. این سوال هم سوال بسیار مهم است. گفتیم در فاز بعدی دیدگاه که ساخته شد یک سوال مطرح میشه. او سوال هم این است که دیدگاه که مشخص شد، پروژه ما اهداف مشخص شد، کارایی مشخص شد، حالا چگونه به مرحله اجرا بگذاریم؟ لذا با در نظر داشت نیازمندی ها باید پاسخ داده شود. و این توسط چی جواب داده میشه؟ پاسخ ازی؟ پاسخ ازی به نیازمندی ها در داخل نیازمندی ها دنبال ازی بگردیم. و شما میتانیم ایر پیدا بکنیم در داخل نیازمندی ها که چگونه و چی خصوصیات ایر بسازیم تا بتانیم به یه اهداف دیدگاه برسیم. و سه، در هر کدام از این مراحل یک تعداد فعالیت های مشخص ما شما خواندیم. این فعالیت ها بسیار مشخص، منظم و به ترتیب باید توسط انجینر نرم افزار مراعات بشه و انجینر نرم افزار بتان از این فعالیت ها برای بهتر ساختن پروژه استفاده بکنه. برای همگی شما آرزوی موفقیت دارم. امیدوار هستم که تانسته باشیم از این درس هم استفاده ببریم و مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. و دوستانی که نتانیم درس ها تعقیب بکنیم به طور مسلسل، به طور مرتب، به هر دلایلی، شما میتانیم به چینل یوتیوب ما که زیرنویس برنامه یا تلویزیون شما هست میتونیم به او مراجعه بکنیم. و در ضمن اگر نظریات، پیشنهادات و انتقادات داریم میتونیم از طریق آیدی تلگرام برنامه که زیرنویس صفحات تلویزیون شما عزیزان هست با ما به ارتباط بشیم. برای همگی شما آرزوی موفقیت، سلامتی و تندرستی دارم. موفق و معید باشید.